با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران، انشالله که در هر کجای دنیا که هستید در رفاه، سلامتی و شادی به سر میبرید و با تشکر فراوان از توجه شما به این برنامه. همونطور که در قسمت‌های قبلی هم همیشه خدمتتون عرض می‌کنم، این برنامه یک برنامه کوتاه جنبه آموزشی داره در رابطه با بسیاری از مسائل رفتاری، کرداری و فرهنگی که در جامعه ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان بسیاریش هم در رابطه با مسائل کلی که مربوط به تمام انسان‌ها میشه در هر کجایی که هستند. الان ما در ایام عید به سر میبریم، فکر میکنم تا یکی دو روز دیگه عید نوروز هستش. پیشا پیش به همه شما بینندگان عزیز، هموطنان عزیز در هر کجای دنیا که هستید، عید رو صمیمانه بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشید و ایام عید خوبی رو در پیش داشته باشید و در هر جای دنیا که هستید در کنار عزیزانتون بتونین یه چند روزی رو این سنت عید رو به شادی و در سلامتی جشن بگیرید. یکی از بهترین مسائلی که میتونه در رابطه با رشد شخصیتی و فکری و هویتی انسان‌هایی باشه که مهاجر هستن در خارج کشور، از کشوری که کشور اوریجینالشون هست زندگی میکنن، مثل ایرانی‌هایی که در امریکا هستن، ایرانی‌هایی که در اروپا هستن و اصولاً هر جامعه مهاجرتی، همین برداشت بزرگداشت‌ها و رعایت کردن سنت‌ها و آداب و رسومی هستش که از سال‌های قبل بهشون در واقع ارث و میراث رسیده. یکی از بزرگترین ارث و میراث‌هایی که ما از اجدادمون داریم در به عنوان ایرانی‌ها همین سنت عید نوروز هستش که از چندین هزار ساله داریم جشن می‌گیریم و یکی از ابزاری بوده که ایرانیانی که در خارج از کشور به سر می‌برن، ایرانیان مهاجر، تونستن باهاش یک سری از هویت‌های خودشون رو حفظ کنن و بتونن اینو انتقال بدن به نسل جدیدی که در خارج از کشور به دنیا میاد، که به هر حال اون آداب و رسوم داخل کشور رو نداره ولی تونسته با رعایت این آداب و رسوم در داخل فامیلی، در داخل خانواده یاد بگیره که ای چی هست. و خیلی برای من جالبه وقتی که میبینم بچه‌های تینیجر، بچه‌های کوچیک 12-13، حتی کوچیک‌تر از اون 7-8، تا سنین بالاتر 18، تا سنین بالاتر 20-25، چون به هر حال بچه‌هایی که اینجا دنیا از خارج از کشور به دنیا اومدن و بزرگ شدن دیگه الان حدودای 30-32 سالشون هست، شاید هم بیشتر. خیلی جالبه که میبینم که این بچه‌ها و این نسل جدید از عید خیلی میدونن، برای عید خیلی هیجان زده هستن و خیلی مشتاق هستن که عید رو جشن بگیرن. بنابراین اون مسئله‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم و قصدم از این صحبت‌ها این هستش که نگه داشتن یک سری آداب و رسوم فرهنگی میتونه به هویت مهاجرا و به هویت انسانها خیلی کمک کنه. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که چقدر تعالیم و تربیت خانوادگی و میتونه تأثیر داشته باشه در شکل گیری و رشد فکری بچه هایی که در اون خانواده بزرگ میشن و به مراتب نسلی که از این خانواده به وجود میاد. چرا؟ چون یادگیری های ما، تعالیم و تربیت های خانوادگی ما فرهنگ ما هستش و فرهنگ انسان ها مغز انسان ها رو شکل میده، فرهنگ انسان ها طرز تفکر انسان ها رو شکل میده، فرهنگ انسان
دید انسان رو نسبت به دنیا، نسبت به جامعه شکل میده. بنابراین میبینید که چقدر مسئولیت بزرگ و سنگینی هستش برای یک خانواده و یک پدر و مادر یا هرچی که اون خانواده ازش تشکیل شده. نشون دهنده اینه که اولین مکانی که شکل و ذهن یک انسان پرورش پیدا میکنه محیط خانوادهش هست. حالا بگیریم اینو از یاد گرفتن از عید، یاد گرفتن از آداب و رسومی که به مذهب مربوطه، یاد گرفتن آداب و رسومی که به هر شکل دیگه ای مربوط هست. این بچه ها، این نسل جدید، این شکل گیری رو در این هسته خانواده آغاز میکنن و تا وقتی که 18-19 سالشون میشه کاملا این مغزشون، سیم کشی هایی که در مغزشون شده، طرز تفکرشون، طرز برداشت هاشون و طرز کنش ها و واکنش هاشون رو در دنیای خارج از خانواده، در جامعه و در محیط کار و در محیط مدرسه پای و اساسشون میریزه. مثلا فرض کنید یک مثال دیگه، مذهب. شما هر مذهبی رو که در خانواده دارید، تعالیم مذهبی رو که به بچه میدید باعث میشه که اون بچه و اون فرزند طرز تفکرهای مذهبیش و معنویش و روحانیش نسبت به خودش، به جامعهش و به انسانها بر اون پایه و اساس تشکیل شده باشه. بنابراین دقت کنید که چقدر مهمه نه تنها تعالیم و تربیت‌های فرهنگی و مذهبی و مسائل تعالیم دیگه‌ای که ما با بچه هامون میدیم، تا به رفتار و اعمال خودمون در خانواده. یعنی ما فقط اون تعالیم و تربیت هایی رو که به بچه ها میدیم، گفتارمون به بچه ها و محاورمون به بچه ها فقط اون تحت تاثیر قرار نمیده بچه هامونو، بلکه اعمالمون، رفتارمون و اون ترکیباتی که خانوادهمون ازش تشکیل شده، خود اون یکی از بزرگترین عوامل شکلگیری فکری و روحی فرزندانمون و در نهایت این نسل جدید خواهد بود. یکی از بزرگترین دشمنهای فرهنگی جامعه ایرانی متاسفانه یک عنصر و ترکیبی هست به اسم حفظ آبرو بهش میگن. ببینید در هر فرهنگی فرهنگ خوب وجود داره، مشتقات خوب فرهنگی وجود داره، مشتقات سازنده فرهنگی وجود داره و در هر فرهنگی مشتقات ویرانگی فرهنگی وجود داره و ما باید بسیار با خودمون با انصاف باشیم و صادق باشیم و بپذیریم که در فرهنگ ما بسیار فرهنگ عمیقی هست و بسیار مشتقات فرهنگی خوب و سازنده‌ای داره، ولی متاسفانه باید اعتراف کنیم که مشتقات ویران کننده هم بسیار داره. من چرا میگم این حفظ آبرو یکی از مشتقات ویران کننده هست؟ به خاطر اینکه به عنوان یک روانکاو و به عنوان کسی که در این رشته چندین سال کار میکنه و بسیاری از افراد از جامعه ایرانی اومدن در سازمانهای ما و در ریکاوری سنترهای ما برای بهبودی، دارم میبینم که پنهانکاری ها و حفظ آبرو چقدر به بچه ها لطمه زده، چقدر به فامیل ها لطمه زده. مثلا برای مثال، یه مثالی که بسیار در گروه های ما همیشه ازش گفته میشه، بچه هایی که میان استراب دارن، تشویش دارن، افسردگی دارن، انگزایتی دارن، دپرشن دارن و یا به بیماری اعتیاد مبتلا هستن، یکی از مسائلی که خیلی همیشه مطرح میشه و با خانواده ها و با خودشون اینه که مثلا برای مثال ما یک مهمونی در پیش داریم، مهمونی عید داریم، 20-25 نفر دارن میان تو خونمون، عمه، عمو، خاله، کازینا، پسرموها، دخترموها، دخترخاله‌ها، پسرخاله‌ها و و و دارن میان و این خانواده در حال خانواده میزبان داره کمک میکنه و تلاش میکنه که این مهمونی خوب بذاره و به خاطر اون انگزایتی ها و استرس هایی که ما داریم که بعد همه چی کامل باشه، همه چی پرفکت باشه، از خودمونم بزنیم که مهمونیمون نشون دهنده این باشه که شخصیت ما چیه، به خاطر اینکه همون فشار وجود داره و به خاطر اون انگزایتی هایی که به وجود میاد توی خانواده، یه دفعه دعوا میشه بین پدر و مادر، دعوا میشه، دعوای خیلی بد میشه، بچه ها میشنون، بچه ها میان دخالت کنن، پدر و مادر به بچه ها میگن به تو ربطی نداره برو تو اتاق و بعد
ساعت 8 قرار مهمونا بیان، ساعت 7 که میشه همه دست روشون رو میشورن و آرایش میکنن، لباسای قشنگ میپوشن و میان، و ساعت 8 که مهمونا میان انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. پدر و مادرم تازه با هم خیلی هم خوب و خیلی هم عالی. و یعنی چی؟ یعنی بعد بچه ها چی یاد میگیرن؟ بچه ها تظاهر یاد میگیرن، بچه ها دروغ یاد میگیرن، بچه ها اینو یاد میگیرن که اگه ما الان دعوا کردیم، هزار و یک فوش و بی احترامی هم به هم کردیم، الان که آدمای دیگه دارن یا مهمونای دیگه دارن میان چیکار باید بکنیم؟ ماسک باید به صورتمون بزنیم، باید تظاهر کنیم. بنابراین دردمون رو باید بذاریم زیر قالی، باید بذاریم زیر خاک، باید بشیم اون کپکه که میره زیر برف و تظاهر کنیم و دروغ اعمال و رفتارمون دروغ باشه. این یک مثال کوچیکی که من فکر می‌کنم برای همه خانواده های ایرانی این اتفاق افتاده که پشت صحنه چقدر درد هست، پشت صحنه چقدر ناراحتی هست، پشت صحنه چقدر ناتفاهمی وجود داره، ناتوافق وجود نداره، ولی جلوی صحنه حفظ آبرو باید کرد. باید آبرومون رو حفظ کنیم، باید شخصیتمون رو نگه داریم، بایستی تظاهر کنیم به آن چیزی که نیستیم. خب این ممکنه برای خیلی از بزرگترها کار بکنه که در نهایت هم کار نمیکنه. در نهایت هم وقتی که میرسن به آفیس ها و سازمان های روانکاوی روان درمانی از همین چیزها دارن رنج میبرن، ولی به بچه هامون چی یاد دادیم؟ به بچه هامون هم انگزایتی یاد دادیم، به بچه هامون هم یاد دادیم که تو هر چی که هستی، هر چی که بد هستی، هر چی که ناراحتی و بیماری داری فعلا باید پنهان کنیم، به خاطر اینکه باید آبرومون رو نگه داریم. متاسفانه این حفظ آبرو یکی از بزرگترین دشمن های فرهنگی جامعه ما هستش که متاسفانه باعث شده که ما اصلا یادمون بره هویت شخص، هویت و شخصیت اصلی یعنی چی. دنبال هویت و شخصیت اصلی رفتن هیچ ربطی به ماسک زدن و آبرو نگهداری نیست. و متاسفانه میبینیم که مشتقات این فرهنگ اشتباه و مشتقات این قسمت فرهنگ ویران کننده فرهنگ ما اینه که اگر که ما از نظر مالی بسیار داریم رنج میبریم و داریم سخت تلاش میکنیم که یک رو به دو برسونیم، ولی باید ماشین های آخرین سیستم برونیم برای اینکه ماشینمون نشون دهنده شخصیتمونه. بایستی در این محله و اون محله و این خونه زندگی و این کیف و اون کفش رو داشته باشیم برای اینکه تمام ابزاری که خارج از ما هست و ابزار تظاهر هست و کامل و پرفکت باشه، به خاطر اینکه شخصیت من در اون ابزار هست، در خونم هست، در کیفم هست، در کفشم هست، در لباسم هست، در ماشینم هست. ولی درونم چی میگذره؟ درونم آیا پره؟ درونم آیا هویتم رو پیدا کردم؟ آیا معنی زندگیم رو پیدا کردم؟ اینا همه متاسفانه خالیه و تمامش از این سرچشمه میگیره که ما خیلی معتقد و معتاد به حفظ آبرو هستیم. متاسفانه بسیاری از ناراحتی های فکری، روحی، ناراحتی های استراب و ناراحتی های افسردگی از همینجا سرچشمه پیدا میکنه. من بسیاری از داستان های افرادی رو که مراجعه میکنم به من و یا به سازمان هامون میشنویم که چقدر چه سنشون کم بوده، چه سنشون زیاد بوده، باید دردهاشون رو پنهان میکردن، باید دردهاشون رو آروم نگه میداشتن، در سکوت نگه میداشتن، صورتشون رو با سیلی سرخ میکردن و میومدن تو جامعه و تظاهر میکردن به آنچه که نیستن. در صورتی که حقیقت امر اینه که شخصیت حقیقی یک انسان هیچ ربطی به این نداره که چقدر درد داره، چقدر داره از یه بیماری رنج میبره، چقدر شاید از نظر مالی داره دست و پنجه نرم میکنه. شخصیت یک انسان به این ربط داره که چقدر قویه و چقدر میتونه با تمام این که این مشکلات در زندگیش وجود داره با مشکلاتش روبرو بشه، بتونه بره با متخصصین صحبت کنه، از این نترسه که ابراز این که بگه مشکلات داره نشون دهنده اینی که از انسانیتش کم میشه، از بشریتش کم میشه. حالا فرض کنید اگر ما بیایم همینو به عنوان بسیار علمی و به عنوان رفتاری و کرداری و روانشناسی، علم روانشناسی، اینو مربوط کنیم به محیط خانوادمون. به محیط خانوادمون چگونه؟ اینکه بتونیم اقرار کنیم و اعتراف کنیم که دردی در خانواده وجود داره، ناراحتی وجود داره، چه مشکل مالیه، چه مشکل فکریه، چه مشکل روحیه، مشکل روانیه، و
ازش نترسیم، ازش خجالت نکشیم، پنهانکاری نکنیم و بیایم سر میز راجبش صحبت کنیم. به اعضای خانواده، چه بزرگتر هستن چه کوچکتر هستن، اجازه بدیم راجبش صحبت کنن، به دردهاشون اعتراف کنن و بعد بریم کمک بگیریم. همونطور که وقتی سرمون درد میگیره، دستمون درد میگیره، پامون درد میگیره، میریم دکتر، میریم دکتر قلب میبینیم اگه قلبمون درد میکنه، میریم دکتر کایروپراکتیک میبینیم اگه احتیاج به ناراحتی های استخونی و یا کمر درد داریم، میریم دکتر چشم میبینیم اگه چشممون درد میکنه. بنابراین اگر که ناراحتی های روحی، روانی، دردهای فکری و احساسی داریم، میریم روانشناس میبینیم، روانکاو میبینیم و با متخصصین امر صحبت میکنیم، مشورت میکنیم و ازشون درخواست کمک میکنیم. ولی اولین قدمی رو که برمیداریم قدم در خانواده هست، قدم این که من دیگه شخصیتم رو نمیخوام با تظاهر و حفظ آبرو و ماسکی که میزنم ادامه بدم. من میخوام شخصیت درونیمو پیدا کنم، من میخوام بدونم معنا و هدف من از زندگی چی هست و بتونم سلامتی کامل رو در زندگی خودم، برای بچه های خودم، برای خانواده خودم اجرا کنم. اگر اجازه بدین به چند پیام بازرگانی توجه میکنیم و بعد از اینکه برگردیم در 10 دقیقه آخر یک خلاصه از صحبت ها رو در خدمتتون عرض میکنم. با تشکر. رستوران کلاسیک و زیبای زعفران با گنجایش بیش از 180 نفر و 60 نفر در پدیو، میزبان مشکل پسندان. رستوران زعفران با منیو کامل غذاهای لذیذ و خوشمزه ایرانی و ایتالیایی، نان داغ تنوری و پیتزای تنوری رستوران زعفران، زبان زد همگان. رستوران زعفران با 16 سال سابقه 7 روز هفته میزبان شماست. طعم غذاهای رستوران زعفران فراموش نشدنی است. رستوران زیبای زعفران همچون زعفران در تورنتو می درخشد. رستوران زعفران واقع در شماره 6200 خیابان یانگ، جنوب خیابان استیلز. تلفن رستوران زعفران 416-223-7070. سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی. با سلام مجدد و تشکر از اینکه به این برنامه توجه میکنید. در قسمت قبلی داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چقدر مهمه که یک سری از آداب و رسوم و سنت‌های فرهنگی رو نگه داریم و در خانواده هامون زنده نگهش داریم و به نسل‌های بعدیمون انتقال بدیم، به خصوص اهمیتی که این مسئله داره برای نسل جدیدی که در خارج از کشور به دنیا میاد و بزرگ شده، برای مهاجران ایرانی که در امریکا و در اروپا و در جاهای دیگه دنیا هستن. یکی از بزرگترین ابزاری که تونسته آداب و رسوم ما رو نگه داره عید نوروز بوده و اینکه چقدر جالبه وقتی که میبینیم که نسل جدیدی که در کشورهای خارج به دنیا اومده با چه سن کمی که داشته باشن و متوسط یا حالا از سنهای کم 7 8 10 سال تا تینیجر هستن یا بزرگتر هستن، چقدر خوشحالن و به بازدید مشتاق عید هستن و براشون اون حالا هوای عید همونطوری وجود داره که شاید اگه در ایران زندگی میکنن. البته شاید نه به اون شدت، به خاطر اینکه خب در ایران فرهنگ کلی کشور هستش و یک حالا هوای دیگه داره. ولی خیلی جالبه که میبینم، من اینو مشاهده میکنم در بسیاری از جوانها و نوجوانهایی که در سازمانهای ما هستن و میبینیمشون برای گروه ها و میتینگ ها، که چقدر همشون وقتی راجع به عید صحبت میکنن عید رو دوست دارن
و مشتاقانه منتظر عید هستن. یکی از مهمترین مسائلی که میتونه هویت‌های فرهنگی بده به مهاجرها همین نگه داشتن آداب و رسومی هستش که از چندین هزار سال گذشته به ما داده شده. فرض کنین همین فکر میکنم دیروز بود که روز سنت پاتریک بود در امریکا، که روزی هستش که از سالهای ساله که آیریش امریکن، آمریکایی هایی که اجدادشون مال ایرلند هست، سالهای ساله دارن جشن میگیرن و ایرلندی ها از قدیمی ترین مهاجرای امریکایی هستن، ولی هنوز دارن این سنت پاتریکو که روزیه که سبز میپوشن و یه سری آداب و سنت های دیگه دارن و جشن میگیرن. بنابراین میبینیم که چه یک جامعه مهاجر جدید مثل ایرانی و چه یک جامعه مهاجر خیلی قدیمی تر مثل ایرلندی های امریکایی با بزرگ داشته آداب و رسومشون و نگه داشتن آداب و رسوماشون هویت های فرهنگیشون رو حفظ کردن. و بعد ما صحبتمون به اینجا کشید که درسته که آداب و رسوم های فرهنگی میتونه بسیار مثبت باشه و کمک کننده باشه به شکل گیری های شخصیتی، ولی در هر فرهنگی مشتقات منفی و مثبت فرهنگی وجود داره و یکی از صحبت هایی که داشته میکردیم این بود که یکی از مشتقات منفی فرهنگ ما ایرانیان نگه داشتن یک ماسکیه که به صورتمون میزنیم، یک نوع تظاهریه که میکنیم، و یا اینکه به خاطر اینکه آبرومونو حفظ کنیم خیلی کارهایی میکنیم که خودمونو فدا کردیم، جسممونو فدا کردیم، روحمونو فدا کردیم، افکار و روانمونو فدا کردیم و بعد اینو انتقال دادیم به بچه هامون. چون فرهنگ در خانواده فقط این نیست که عیدو به بچه‌ها نشون بدیم، فرهنگ در خانواده فقط این نیست که مذهبی رو که داریم به بچه‌هامون نشون بدیم، فرهنگ اعمال و کردار ما هستش. تعالیم و تربیتی که به بچه‌هامون میدیم در خانواده مغز بچه‌های ما رو شکل میده. سیمکشی‌های مغزی بچه‌های ما با اون تعالیم و تربیت‌ها پایه‌گیری میشه و بعد مغز انسان، فرهنگ انسان، تعالیم و تربیت‌های انسان نقطه عطفیه که یک انسان چگونه دنیا رو میبینه، چگونه افراد رو میبینه، برداشتهاش چگونه هست، طرز رفتار و اعمال و واکنشهاش چگونه هست. و هرچی که ما این تعالیم و تربیت هامون سالمتر باشه، هرچی که مناسبتر باشه و موازنتر باشه، تعادلش بیشتر باشه، تعادل فکری و روحی و افکاری و اعمالی بچه های ما هم بیشتر خواهد بود. و بعد راجع به این صحبت کردیم که چگونه میتونه یک پدر و مادر و یا یک خانواده به سلامتی فکری و روحی بچهشون کمک کنه و چگونه میتونه خدای نکرده به ناسالم بودن این هم کمک بکنه. برای مثال کاملا مرتب به بچه هامون گوش زد کردن این که الان مهمون داریم، باید حفظ آبرو بکنیم، الان نمیدونم به خاطر اینکه کسی داره میاد خونمون تمام دردها رو فراموش بکنیم، راجبش حرف نزنیم، اگه بیماری در خونه هست باید پنهانکاری کنیم، اگر خدایی نکرده فرض کنید یک کسی در خانواده اعتیاد داره باید پنهانکاری بکنیم. و اینو همینطوری ما به بچه هامون و به خانوادهمون داریم یاد میدیم، پنهانکاری کردن دردها رو زیر به قول معروف قالی کردن، مثل اینکه مثلا داریم جارو میکنیم، آشغال رو زیر جارو میکنیم، روش رو فرش میگیریم. پنهانکاری، ماسک زدن، تظاهر کردن میتونه خودش پایه و اساس این باشه که هویت‌های انسان‌ها، هویت‌ها و شخصیت‌های انسان‌ها شکل‌گیری مناسب نداشته باشه و متاسفانه ختم بشه به بسیاری از ناراحتی های روحی روانی، انگزایتی ها و افسردگی ها. اینا همه از تعالیم و رفتارهای خانواده سرچشمه میگیره. بنابراین هرچه که ما بیشتر یاد بگیریم که باز باشیم راجع به مسائلی که درونمون داره میگذره، اگه پدر و مادر با هم دعوا کردن توی خانواده و مشاجرهشون رو بچه ها شنیدن، به بچه ها نگیم که به تو ربطی نداره، برو تو اتاق در رو ببند. متاسفانه مشاجره یه چیزیه که به وجود میاد و نمیشه جلوشو گرفت، ولی خود مشاجره به تنهایی ویران کننده نیست.
خود مشاجره به تنهایی، دعوا و آرگومنت به تنهایی مخرب نیست، بلکه آنچه که مخربه اینه که راجبش صحبت نکنیم، سر میز شام راجبش حرف نزنیم، محاوره ها و مکالمه هامون باز نباشه، به بچه هامون این اعتماد رو نداشته باشیم که شخصیت دارن و بهشون بگیم به شما مربوط نیست. چیز اتفاقی که در خانواده میفته به همه مربوطه. بچه های ما شخصیت دارن، مغزشون مرتب داره شکل میگیره. هرچه بیشتر به این شخصیت احترام بگذاریم و هرچه بیشتر صحبت ها و محاوره هامون باز باشه، بیشتر به سلامتی خودمون، به سلامتی خانوادهمون و به سلامتی بچه هامون کمک کردیم. صحبت این که این اتفاق افتاده، ما از شما عذر میخوایم، من و مادرت یا من و پدرت با هم دعوا کردیم، بزرگترها دعوا میکنن، ربطی به عشق ما به شما نداره، ما هنوز شما رو دوست داریم. اینو خیلی میتونه بسیار ساده و بسیار با زبان ساده یه مسئله رو حل کرد و اون عشق حقیقی رو روی کار آورد و جلوگیری کرد از بسیاری از خرابی های فکری و روحی. به همین سادگی میتونه انجام بگیره. ولی متاسفانه همونطور که گفتم، یکی از مشتقات ویران کننده فرهنگی ما حفظ آبرو، پنهانکاری به تو مربوط نیست، به بچه مربوط نیست و همه چیز رو پشت درهای بسته نگه داشتن، متاسفانه ما فکر میکنیم داریم کمک میکنیم به خودمون، در صورتی که داریم بسیار ویرانگی به وجود میاریم. مسائل دیگه رو که میتونم مثال بزنم به خاطر این از این مشتقات فرهنگی میاد، یکیش مسئله تحصیلی بچه هامون هستش. فشارهایی که به بچه هامون میاریم، حتما باید 20 بگیری، حتما باید A بگیری، بهشون دیکته میکنیم و فرمان میدیم که باید دکتر شی، باید مهندس شی، باید وکیل شی، و از این بچه این قدرت رو میگیرید که فکر کنه و ببینه شخصیتش چیه، هویتش چیه، شور و اشتیاقش در زندگی چیه، پشنش چیه، دنبال چی میخواد بره. ساپورت کردن و عشق حقیقی به یک بچه ساپورت کردنشه که اون چیزی رو که درونش هست، معنایی رو که برای زندگیش هست پیدا کنه. بله، باید به بچه هامون بگیم توی مدرسه بمون، توی کالج بمون، توی دانشگاه بمون، ولی میتونیم ساپورتشون کنیم اون چیزی رو پیدا کنن که اشتیاقشون هست برای زندگی، به جای اینکه بهشون تزریق کنیم که چه باید بشی، چه باید بکنی. اگه یه بی آوردن، اگه یه سی آوردن، تنبیهشون میکنیم، تحقیرشون میکنیم، استراب بهشون میدیم به خاطر اینکه یه نمره آوردن که ما فکر میکردیم خوب نیست. نمره بد رو گذاشتن که بچه بیاره، نمره خوب هم گذاشتن که بچه بیاره. اون نمره بد اشکال نیست، طرز برخورد ما با بچه اشکال هست و بعد ما بچه هامون متاسفانه انگزایتی میگیرن، استراب میگیرن، به بیماری اعتیاد میتونن مبتلا بشن. من در هفته های آینده راجع به بیماری اعتیاد هم صحبت خواهم کرد که متاسفانه چه اپیدمی بزرگیه در نسل جوان و پایه و اساسش از استراب و انگزایتی و مسائل ناهنجاری های خانوادگی به وجود میاد. ما همه اینا رو پنهان میکنیم. یکی دیگه از مسائلی که من خیلی دلم میخواد جامعه ایرانی شروع کنه راجبش باز شدن و این ویرانگی فرهنگی رو که از آبرو میاد بذاره کنار، مسئله هوموسکشوالیتی و گی بودن بعضی از افرادی هستش که در خانواده ماهای ما هستن. متاسفانه اون رو هم پنهان میکنیم، اون رو هم به خاطر حفظ آبرو نمیذاریم، اجازه نمیدیم بیرون بیان و متاسفانه آمار افسردگی، انگزایتی و خودکشی در این جامعه هم خیلی بالا هستش، در جامعه گی ها و هوموسکشوال ها، به خصوص در جامعه ایرانی، به خاطر تابوهامون، به خاطر ننگ ها و شرم هایی که میبندیم به خیلی از مسائلی که برمیگرده از چی باید آبرومون رو حفظ کنیم. من یکی از امیدهایی که دارم اینه که در این سال جدید، در این روزهای مبارک عیدی که داره میاد، ما بتونیم یک سری از راه حل‌ها یا رزولوشن به قول امریکایی‌ها پیدا کنیم و اون این هستش که
حقیقی باشیم، حقیقتگو باشیم، صداقت داشته باشیم، چشمونو باز کنیم ببینیم چه ناهنجاری هایی در خانوادمون هست، براش کمک بگیریم، بتونیم به متخصصین مراجعه کنیم، به بچه هامون بیشتر اهمیت بدیم و برای خودمون بیشتر اهمیت قائل باشیم. همونطوری که عید نوروز رو که از هزاران سال پیش در فرهنگ ما بوده و جشن میگیریم، یک سازندگی فرهنگی هست، بتونیم مشتقات ویرانگی فرهنگی هامون هم ببینیم و در این سال نو شروع کنیم به این که بخوایم قدم های مثبت برداریم و جامعهمون رو، فرهنگمون رو و خانوادهمون رو به روی سلامتی فکری و ذهنی و سلامتی کلی، یک هولستیک سلامتی کامل داشته باشیم و در به اون سمت پیش بریم. برنامه ما داره به پایان میرسه. من در اینجا دو مرتبه برای همه شما هموطنان عزیز، چه در ایران و چه در خارج از ایران، آرزوی سلامتی میکنم. عید رو به همه تون تبریک میگم از صمیم قلب. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید در سلامتی و رفاه به سر ببرید و شروع کنید این قدرت رو پیدا کردن که اولین قدم رو بردارید برای اینکه در زندگی خودتون بهبودی رو دنبالش برین. ما هممون شامل ایمپروومنت و بهتر شدن هستیم و بهبودی گرفتن هستیم. براتون آرزو میکنم که در این سمت پیش برید. براتون آرزوی عید خوبی دارم. از آقای اندرو کارگردان عزیزمون تشکر میکنم، از آقای میرچی مدیر تلویزیون تشکر میکنم. تا هفته آینده همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. برای پخش آگهی‌های بازرگانی خود در تلویزیون‌های تصویر ایران و AFN با شماره تلفن 818-342-3399 و یا با ایمیل آدرس ما تماس بگیرید. تلویزیون تصویر ایران در قلب میلیون‌ها ایرانی در سراسر ایران و جهان.